چگونه است؟ امروز فاجعه بسیار عمیق‌تر و خرامنطقی شده. یعنی اون موقع هیچ مسئله داخلی بود که ما مثلا فاجعه یا کودتایی که در سال 88 رخ داد، ما زدنها و کشتنها و حبسها و رفتنها رو اینها رو در داخل میدیدیم. انگار یک حاکمیتی بود، سوژش مردم بودن برای اینکه بزنه، زندانی بکشه، مصادره بکنه. ولی توی همین سالها یه اتفاقات بسیار دردناک و ویرانگر رخ داد، مثل حضور آشکار ایران در منطقه، در سوریه، در لبنان، در عراق. قبلا مثلا میگفتن ما نیستیم، بعد میگفتن ما مستشاری مثلا هستیم، بعد دیگه آشکارا دیگه این کشته ها رو میارن به اسم مدافعین حرم. و این نقش و سهمی که ایران در منطقه داره بیست. بله آقای نوریزاد، به هر حال رسمه که در مسابقه از آخرین خبرهایی که افتاده به هر حال شروع بکنیم. این آخر هفته در آمریکا ما وقت برنامه‌های تلویزیونی داریم، صحبت از این شد که دولت آقای ترامپ به مانند دوران نیکسون، نه فقط در مورد ایران، در مورد کشور منطقه سعی کرده که وارد مذاکره پنهانی با نظامیان اون کشور بشه. در همین رابطه ما میبینیم نه فقط امروز، چند ماه گذشته هم یک سری از فرماندهان ارتش و سپاه توسط آقای خامنه‌ای جابجا شدند. دلم میخواد که در این زمینه صحبتی بفرمایید. این تغییراتی که بارها شده، این عدم نگرانی یا تعبیر شما چگونه است تو داخل کشور؟ آقای نوریزاد صدا رو میشنوین؟ اینها در داخل به بن‌بست رسیدن، در منطقه به بن‌بست‌تر. یعنی تمام رفتارشون با یک انحنای بسیار بزرگ به سمت کیشومات شدن در یک بازی شطرنج داره میره. من این رو به عنوان یک ایرانی که وطنم رو دوست دارم و هرگز مشتاق نیستم که حادثه‌ای برای سرزمینم و برای مردممون پیش بیاد دارم میگم. اینها انگار که یک جماعت خیلی بفهمید به عنوان یک غنیمت باید ازش روبید، برداشت، غارت کرد و هر بلایی هم که ممکنه بر سر مردمش آورد. توی منطقه به بن‌بست رسیدن، در داخل به بن‌بست رسیدن. من گمانم مثل یک آدمیست که در یک بن‌بست بزرگ گیر افتاده. حتی اینها انگار به التماس به ترامپ، به تمام قدرت‌های تأثیرگذار در جهان التماس میکنن که بیاید مثلا یه چک و ترکشی به سمت ما شلیک بکنید، ما یه جوری جمع جور بکنیم خودمون رو. این خیلی نگاه تلخی است که میشه به اطوار اینها داشت و من ناگزیرم این رو از این زاویه مطرح کنم که آقای خامنه‌ای و سرداران سپاه در یک بن‌بست بزرگ گرفتار شدن. تنها داراییشون موشکه، چند تا موشکیست که در نسبت با موشک دیگران ترقه محسوب میشه. بعد اینها پیر شدن، فرسوده شدن، دیگه اون دوره جوانیشون سپری شده که نعره میکشیدن و عربده میکشیدن. همشون چرب و شیرین سفره به زیر پوستشون دریده، نتیجه دار شدن، سرمایه گذاری کردن اینجا اونجا و دیگه اهل جنگ و جنگیدن و اینها نیستن، نه یه عربده هایی میکشن. من به عنوان یک ایرانی دارم این رو میگم، یعنی به عنوان یک ایرانی که سرزمینش رو در معرض خطر میبینه، اینا انگار التماس میکنن به ترامپ که بیا بزن تو کله ما، بزن یه گوشه ای از این کشور ما رو با بحران مواجه کن تا مگر ما در داخل بتونیم مشکلات داخلی رو به نفع خودمون مصادره بکنیم، جمع جور بکنیم. اینها بله به بن‌بست رسیدن به خاطر اینکه انگار ادبیاتشون ادبیات چاله میدانی است، از خود رهبر گرفته تا سرداران. مطلقا انگار شما خردمندی در رفتار اینها، در دیپلماسی اینها نمیبینید.
هیجانی که اینها دارن یک هیجان نامتعادلی است، وگرنه اینها می توانستن با همسایگانشون رفتار درستی داشته باشن. این هلال شیعی که از قدیم معروف بوده یک واقعیت محضه. اینا خیال داشتن از شاخ آفریقا شروع کنن بیان تا به این سمت و پرچم یا میخ شیعه رو بر فرق این سمت از عالم بکوبن، و الان دونه به دونه مهره هاشون فرو ریخته و تمام نقشه هاشون نقشه بر آب شده. آر به شکست های بزرگ انجامیده، مردم به شدت معترضن. شما الان میبینید سترده گذاران معترضن، معلمین معترضن، کارگران معترضن. دیگه قدیما اگر دو نفر میامدن توی خیابون یه تظاهراتی میکردن، فوری اینا رو جمع میکردن و بعد پرونده میساختند و عنوان اقدام علیه امنیت ملی سه سال و دو سال. الان دیگه نمیشه جلوی این مردم رو گرفت، برای اینکه طرف مثلا یک زن و شوهری بودن، یه مختصر پولی گذاشتن توی بانک، بعد این پول رفته هوا. یا مثلا معلمین اصلا امنیت شغلی نیست. وقتی یه نفرم امنیت شغلی نداره، یه کارگر دیگه چیزی برای از دست دادن نداره. اینه که رشته های کار از دست رفته. شما نگاه کنید آقای خامنه ای نسبت به هر ریز و درشت این مملکت دخالت میکرد، موضع گیری میکرد. الان این همه جمعیت از کارگران و معلمین و سپرده گذاران دارن فریاد میکشن، ایشون یک کلمه نمیگه که مثلا بگه آقا ماجرا اینه، لااقل برید رسیدگی بکنید. بله بله آقای نوریزاد اشاره به همه مهرهاشون رو از دست دادن و تمام موقعیت هایی که میتوانستن به شایستی از اونها استفاده بکنن سوزاندن، و در یک بنبست انگار التماس میکنن که آی اول قدرت ها بزنید تو کله ما، مگر این حرکت بتونه یک فرصتی برای ما فراهم بکنه. سخنی با راه پیمایان اربعین. عزیزانم، اگر می روید که از امام حسین بیاموزید تا بر هرچه نابخردی و فریبکاری و ویرانگری بر بشورید، غبار پاهای شما بر چشم من. اما نه، اگر می روید تا بگویید و بخندید و تفریحی بکنید و اشکی بریزید و حالی پیدا کنید و بعدش هیچ و پوچ، این سفر جز خسارت، جز وقت تلف کردن، جز فرو شدن به خیل سیاهی لشکر، جز فریب خوردن، جز پول مملکت را به باد دادن و جز فرصت فراهم کردن برای حضراتی که از سیاهی لشکر شمایان برای خود بساط ولایی. بله آقای نوریزاد، شما پیامی هم داده بودین و هر سال میگم رژیم با اینکه کارگرش حقوق نگرفته، ولی شهرداری با وقاحت اعلام میکنه که ما فقط 15 میلیارد تومان ما خرج کردیم. میخوام ببینم این پولات به چگونه است که اصلا کسی پاسخگو هستن؟ یعنی شهرداری به صورت سر خود خرج میکنه، این دستورها از کجا میاد؟ وقتی که سپرده 400 هزار تومانی بانوی سال خورده ای رو از بین میرود، چگونه است که اینا 15 میلیارد خرج اربعین میکنن و میان میگن با صدای بلند؟ بفهمی خواهش میکنم. اربعین برای اینها یک فرصتی است برای اینکه اینها جمعیت خودشونو به رخ عربستان سعودی بکشن، بگن که تو اگه مراسم مکه داری، ما در عالم شیعه مراسم اربعین داریم. یعنی یک مراسمی که اصلا ریشه تاریخی نداره و اصلا ارزشی در نظام دینی تشیع مثلا نمیشه بر اون مترتب بود. اینا میخوان مسئله ایجاد کنن یا مثلا مسائل خودشونو در سایه اربعین حل بکنن. ببینید آقای خامنه ای الان اراده یک دستگاه یا امپراتوری پولی بزرگی مثل ستاد اجرایی فرمان امام در اختیار اوست. یعنی یک پولهای هنگفت و کلانی در اونجا در اختیار آقای خامنه ای است. ببینید وقتی یه نفر خودش دزده، نمیتونه به دیگران بگه ندزدی. آقای خامنه ای در معرض و در سیبل اتهام اینه که یک دزد بزرگ این مملکته. و
اگر نه این ستاد تشکیل شده بود که در عرض یکی دو سال تکلیف قضیه جمع بشه و مشخص بشه. الان یک امپراتوری بزرگی با میلیاردها سرمایه نقد و سرمایه گذاری شده. آستان خود سرداری یک دزد بسیار بزرگه و در اختیار آقای خامنه ایست و آقای خامنه ای مالیات دادن اونجا رو منتفی کرده و علنا به عنوان یه دزد بزرگ نمیتونن به شهرداری که داره دزدی میکنه بگه ها شما ندزد. احمدی نژاد وقتی شهردار بود دزدی های کلانی کرد، بعد آقای قالیباف که آمد دزدی های او رو برداشت پرونده کرد بود پیش آقای خامنه ای. به آقای خامنه ای گفت این احمدی نژاد زمانی که شهردار بوده این پول ها رو جابجا کرده. بعد آقای خامنه ای بگه که مثلا بگه که آقا اینا باید حتما رسیدگی بشه، برمیگرده میگه علیه شما هم یه دیگه دیگه اومدن به ما گفتن پس سکوت بکنید. یعنی دزدان با هم کنار آمدن و علت این که این همه نقدینگی مردم رفته تو این شرکت های سپرده گذاری و هیچ کس پاسخگو نیست و الان به صورت نمایشی مثلا میخوان یه تحقیق و تفحص بکنن از بانک مرکزی، اینها کاملا فریبنده است برای این که مردم رو جراحتشون رو به این شکل التیام ببخشن. یه بازی های اینجوری در آوردن مطلقا تو اینها صداقت نیست. یعنی شما از تمامی تحقیق و تفحص هایی که در مجلس صورت گرفته هیچ رطوبتی به عنوان حق به جانب مردم نگراییده. یعنی ما هیچ وقت ندیدیم گوش یک آدم خطاکار، یک مدیر خطاکار، یک مسئول دزد در نالایق پیچانده شده باشه. مسئول با تمام فضاحتش و ضایعاتش از اینجا برداشته میشه و در جای دیگه به کار گرفته میشه. یعنی چرخش تکراری از دزدان. حالا در بین اینها آدم های سالمی هم هستن. مثلا شما نگاه کنید این آقای نعمت‌زاده وزیر آبوز صنعت معدن تجارت یک دزد بسیار بزرگه. بله. بسیاری از کارخانه های ما رو به اسم خصوصی سازی باد هوا کردند و به رفقا و دوستان و آشنایان و سفارش دهندگان دادن رفت، در حالی که اینها سرمایه های این مردم بود. یعنی کاملا به دارایی های این کشور به شکل غنیمت نگریسته شده از طرف مهاجمینی که آمدن، مثل اینکه مثلا اعراب حمله کردن به ایران و دارایی های ایران رو اصلا برای مردم نمی بینن بلکه برای خودشون می بینن. این تامنش درازه. دزدان دوست من نمیتونن از هم انتقاد بکنن، سکوت میکنن در برابر هم، میگن که آقا من دزدی های تو رو نمیبینم، تو هم دزدی های من رو افشا نکن. این دزدان از بیت رهبری شروع میشه همینجوری تا برسه به اون شهردار و بخشدار مناطق دوردست. اونها هم در این خوردن های بزرگ سلیمن، در لابلای اینها هستن پراکنده و انگوش شمار انسان های شایسته و خدوم که اونها اصلا ناپیدا هستن. ولی کارناوال بزرگ دزدان این سرزمین رو دهان گشوده و داره میبله. چطور فضای شما این فضای باز سیاسی رو چگونه به دست آوردین؟ چطور شما رو تحمل میکنن؟ من به این سوال شما پاسخ میدم. بله. ما پیش از اون بگم که ای کاش برای همه شما خوبانی که این سوال براتون مطرحه، این سوال هم در نقطه مقابلش مطرح میشد که به همه اونهایی که گنده نامند و سکوت اختیار کردند و دم فرو بستند، دونه دونه بهشون زنگ میزدید و بهشون میگفتید چرا نوریزاد رو تنها گذاشتید، چرا فریاد بر نمی آورید. حالا یه نفر این وسط مثلا جارش رو گرفته کف دستش و داره فریاد میکشه، برای همه شما سوال شده که چرا نوریزاد رو نمیکشن. من میگم که به جای این که به نوریزاد بگید ساکت باش تا این سوال برای ما پیش نیاد، چرا شما به اونهایی که سکوت کردن بر نمی آشوبید، فریاد بر سر اونها نمیزنید که شما چرا فریاد نمیکشید؟
یعنی اگر من سکوت میکردم این سوال برای شما پیش نمیامد. دیگر الان یه مصاحبه 4 ساعت با هم میکردیم راجع به ابرهای آسمان و راجع به دریاچه ارومیه و مثلا فرض بفرمایید راجع به شوری آب و کم شدن آب. ولی الان نوریزاد چون فریاد میکشه و چون دیگران سکوت اختیار کردن، او مشکوک جلوه میکنه، میتونه یه سوپاپ باشه. ولی همه اونایی که سکوت کردن سوپاپ نیستن، مشکوک نیستن، آدم های عاقلی هن. من به شما پاسخ میدم دوست عزیز، همه اونایی که گندنامن و سکوت اختیار کردن، من از مردم عادی انتظاری ندارم، اونها دارن زندگیشون رو میکنن، زن و بچه و رفت و آمد و سفر و کار و معیشت و شرکت و این چیزا رو دارن. من هیچی ندارم برای از دست دادن. به همین دلیل وقتی یه نفر هیچی برای از دست دادن نداشته باشه، مثل یک اعدامی پای چوبه دار میتونه فریاد بکشه و هرچی تو دلش هست بر زبان بیاره. من فریاد پای اون اعدامی پای چوبه داره، اگر با خانوادم هم اتمام حجت کردم، بله من در جریان اون هستم، حادثه ای هم برای من پیش بیاد، من چیزی از دست ندادم، فقط یه جان مختصری دارم، یه جسم علیلی، همون رو هم تعبیل میکنیم. ولی از اون به بعد ماجرا تمام نمیشه. یه ستار بهشتی کارگر گمنام رو زدن کشتن، هنوز که هنوزه نمیتونم جمعش بکنم. بله روز دکتر ملکی، دکتر ملکی عزیز، محمد بله. ملکی پیر مردی است، مرد دروشترین حرفا رو به آقای خامنه ای میگه، هیچ کاری باش نمیتونن بکنن. گوهن عشقی، خانم ستوده، نرگس محمدی، به هر حال ما یه تعداد قلیلی هستیم که جانمون رو گرفتیم کف دستمون و به نمایندگی از طرف جمعیت کثیری از نخبگان که سکوت اختیار کردن ما داریم فریاد میکشیم. اگر رامش همه پرسشگران میشه، ما شوربختانه سکوت نخواهیم کرد، بذاریم پرسش اونها همچنان داغ و تازه بمانه. البته من فیلمی از خانم آقای نوریزاد یادآوری کردن، 13 آبان بود. خب این تو ایران ما جمهوری اسلامی، نه اینکه ایران، جمهوری اسلامی شعاراش وقتی من داشتم بخوندم امسال دیگه یه سری زیاد شده، مرگ بر اروپا، مرگ بر حقوق بشر، مرگ بر سران عرب، مرگ بر شورای امنیت، من پوسترهایی دیدم درست کردن و مرگ بر آقای ترامپ، غیره و غیره، همیشه مرگ، از زندگی خبری نیست. ولی در این فاصله مادر ستار بهشتی رو دیدم که چند روز قبل مادری رو به زندان محکوم کردن، مادر یکی از این بچه‌هایی که جانش رو از دست داد متاسفانه، خانم شهناز اکبری، بله بله خانم اکبری. و دیدم ولی مادر ستار بهشتی، خانم گوهر عشقی، که واقعا این زن، البته باید کمک های دکتر ملکی و آقای نوریزاد که در کنار این مادر نازنین و داغ دیده، من بارها و بارها این رو در فضای مجازی دیدم، در این سالها بودند و یاریش دادن، ولی او به تنهایی خودش پرچم مبارزه رو سالهاست این زن برافراشته نگه داشته و حاضر نیست از خونه مثل هر مادر دیگری از فرزندش به راحتی بگذره و ابعاد بزرگتری ببینه، آینده روشنی رو برای سرزمین ما تلاش بکنه ببینه. این یه خانم خیلی عامی و معمولی، آقای نوریزاد بیشتر میتونن در مورد گوهر عشقی صحبت کنن تا من، ولی یاد ایشون رو گفتم گرامی بداریم. همین دیروز پریروز مثل که سال فرزندش بود و صحبت های ایشون رو دیدم بر آرامگاه، واقعا فرزندی که نمیدونم یه کار خیلی ساده وبلاگی کرده بود یک، ولی خب دیگه جمهوری اسلامی. به آقای نوریزاد، به مخالفینم، حرف شما بسیار درسته، اونایی که خاموشند واقعا باید مورد سوال و جواب قرار بگیرن که در این شرایطی که میهن اونها رو داد میزنه، فریاد میزنه، نیاز بهشون داره. ولی خب مردم عادی هم وقتی همه فعال سیاسی نیستن، این اتفاقای ساده رو میبینن که یک جوونی رو واقعا جانش از دست میده، گاهی وقتا خب سوال میکنن دیگه. و شما به خوبی به هر حال پاسخ دادین. عذر میخوام آقای افشینجم که صدای شما مستقیم پخش نمیشد و مشکل فنی، نمیدونم حالا از مشکل فنی یا چی عرض کنم، نمیدونم. آقای نوریزاد،
میگم سوال این مسئله لبنان این چند روزه شاید امروز مهمترین مسئله که صبح صحبت‌های حتی حمله عربستان به حزب الله هم هست. در واقع به نظر میاد که غرب و با کمک حامیان خاورمیانه، ما یادمون نره امروز 53-54 کشور مسلمان داریم آقای نوریزاد، بیشتر از 50 تاش با جمهوری اسلامی اختلاف دارن، این درسته؟ بله بله، یعنی جمهوری اسلامی اصلا توی دنیا دوستی نداره الا کره شمالی و یه روسیه و حالا یه چند جایی مثل چین و اینها که اونم عاشق پولش هستن، وگرنه مراوده علمی و خردمندانه ای که در کار نیست. بله. چون من فکر میکنم این استعفای آقای حریری مثل یک کوه یخ میمونه که ما فقط اون بخش بیرونیش رو داریم میبینیم، ما خبر نداریم که سناریوی اون پشمشتا توی ریاض و بزرگه. به نظر من خبر خیلی بزرگتر از اونی که ما میبینیم آقای نوریزاد، خبر خیلی بزرگتر از اونه، یعنی ما در آینده خیلی نزدیک باید شاهد اتفاقات بسیاری باشیم اگر حزب الله رو واقعا حذف کنن، یعنی جمهوری اسلامی تمام. کاملا کاملا موافقم، به خاطر اینکه ببینید اصلا علت حضور سرمایه و سربازان ایران در سوریه برای این بود که این زامبی های داعشی قسم خورده بودن که بعد از این که بشار اسد رو فرو انداختن سراغ حزب الله برن. ایران رفت وسط برای این که برای حزب الله یه سپر امنی ایجاد کنه. حزب الله، من اتفاقا توی اون مصاحبه هم گفتم که حزب الله به ازای هر یک ریالی که از پول ایران میگیره ما یک ریال از زندگی مردم ایران کاسته میشه و دختران ما، بعضی از بانوان ما در اسرت و در تنگنا قرار میگیرن و جمعی از اینها به تنفروشی روی میبرن. این آیت الله های شیعه و بیت رهبری باید یه طاق نصرتی بسازن از عکس این بانوان تنفروش و هر روز صبح متبرکن از این طاق نصرت رد بشن و بعد پول ایران رو و پول این ذروچه مردم رو بدن به لبنان، بدن به فلسطین. الان شما نگاه بکنید دوست من، این تا مثلا یکی دو سال پیش یک رقابت مذهبی بین ایران و عربستان بود، یعنی بین ملاهای ایران و ملاهای وهابی سعودی. الان برق برگشته، الان اتفاقاتی که توی عربستان سعودی داره رخ میده نشون میده که آقا اینها مسئله وهابیگری رو دارن به حاشیه میبرن، میخوان یعنی علنا ملاهای ایران خلق اصلاح میشن. قبلا هی فوش پرتاب میکردن برای وهابی های سعودی، الان دیگه این فوش رو هم نمیتونن بگن. آقا فردا ممکنه همین شاهزادی عربستان سعودی برگرده بگه آقا این وهابی مال شما شیعیان، آقا هر کاری میخواید بکنید بکنید، ما دیگه نیستیم، ما خسته شدیم دیگه، ما اصلا دیگه میدانی برای سیطره وهابیان و ملاهای وهابی توی عربستان دیگه قائل نیستیم. بعد ملاهای شیعه که همیشه نیاز به دشمن دارن خلع اصلاح میشن، یعنی اگر باور کنید ترامپ هم با ایران کاری نداشته باشه، عربستان و هم پیمانانش هم با ایران کاری نداشته باشن، فقط این وهابی ها رو یک شکلی رها بکنن، این دقمرگ میشن آیت الله های شیعه ایران، از این که دیگه وهابی نیست که بکوبن تو سرش، مجبورن یه سوژه دیگه گیر بیارن. اینها شدیدن اکسیژنشون با دشمن تراشی سامان میپذیره، نفسشون از اینجاست که برمیخیزه. به همین دلیل من خودم هم مثل شما اتفاقات ناگواری رو برای آینده احتمال میدم که امیدوارم درست نباشه. بله، مشکلات داخلی یکی دوتا نیست که من هفته قبل تو برنامه عرض کردم که تابناک نوشته بود که بعضی شهرهای ایران بیکاری 62%. امروز آقای نوریزاد من در اینترنت صبح یه لیستی خوندم
با اسامی نوشته بودن. الان میدونین که بینندگان ارجمند المپیادهای علمی مثل المپیاد قدیم المپیادهای ورزشی فقط بودن، آن سالهاست که المپیادهای علمی است. بسیاری از نخبگان ما در رشته های فیزیک شیمی و مختلف طلا نقره برز میارن و اکثر اینها ایران رو ترک کردن. ولی حالا خود دانشگاه شریف، این جالبه که در داخل کشور دانشگاه شریف میگوید 125 نفری که در 3 سال گذشته، آمار دقیق گوش بکنید، 125 نفر مدال آور در 3 سال گذشته، این گزارش دانشگاه شریف، در المپیادهای علمی امروز 93 نفر از اینها ایران رو ترک کردن و در ایالات متحده دادن درس میخوانه. یعنی تمام رژیم، اولا اون بخشش بیکاری و اینا، ولی جالب اینه که با تمام این دشمن تراشی ها مردم نسل جوان از سیستم علمی و آموزشی آمریکا به درستی هم حاضر نیستن بگذرن، برای اینکه واقعا امکانات علمی اینجا اصلا قابل مقایسه نیست و آینده‌ای براش متصوره. اینکه نه دکتر مهندس بشن و هیچ کاری هم براشون نیست. ولی در این حال غم انگیزه وقتی شما میشنوین که از 125 مدال آور 93 تاش در آمریکان. حالا نگفته که آیا اون 25 و 33 دو نفر باقی مونده آیا تو ایرانن یا ممکنه تو انگلیس و فرانسه و جای دیگه هم باشن. شما یه واژه‌ای ببینید، شما یه واژه‌ای به کار بردید، فرمودید غم انگیز. شما به من یک ایرانی اینطور غم انگیز میبینید، مکدر میشید، ناراحت میشید، رنج میبرید از این که سرمایه های جوان و فهیم و خردمند و متخصص و درس خوانده ما که باید باشند در وطن و پیچ و مهره های رشد و ترقی و پویایی این کشور رو مشغول سفت کنن مهاجرت میکنن. این از نظر من و شما که وطنمون رو دوست داریم غم انگیزه. شما فکر میکنید یک ذره اندوه هم کدورت بر چهره این آیت الله ها میشینه؟ مطلقا لذت اینها این هست که همه برن بیرون و این هرچی توی ایران هست برای اونها باشه. اینا کیفشون در اینه که آدم های قد بلند در برابرشون نباشن. الان شما یه ملا رو بذارید بر رأس یک اداره، اصلا نمیتونه آدم های قد بلند و فهیم و متخصص رو تحمل کنه، همه رو میکشه از خودش پایین تر، یا اخراج میکنه یا خانه نشین میکنه یا دغمر میکنه یا متواضع میکنه تا خودش قد خودش. این نه فقط برای ملاهای بسرا شیعه در ایران، بلکه برای حواریون اینها، مثلا یه مهندسیست، یه دکتر بسیجیست، این رفته مثلا بر سر یه وزارتخانه، یه اداره، یه معاونت، اینا اصلا نمیتونن آدم های کار کشته فهیم منصف منتقد رو تعامل کنن. همه رو کاری میکنن قدشون بیاد پایین که قد خودشون برتر دیده بشه. کتله ها رو دوست دارم، مترادف با خسارت های بسیار بزرگ. به همین دلیله که ما مرتب پس رفتیم. مثلا یه جمله اخیر این آقای کلانتری که الان شده رئیس محیط زیست، که خودش 12 سال بر سر وزارت کشاورزی بود، بله. یه جمله اخیرا داره میگه اگر دشمنان بر سر آب کشور بودند، بر سر کشاورزی کشور بودند، وضع از اینی که هست بدتر نمیشد. یعنی خود این آقا 12 سال به این که آدم بی سوادیست، فقط یه سری آمار داره تو دهنش میگه، بقیهشون هم همینجورن. یعنی سهم مستقیمی در این فلاکت ها دارن، ولی تک به تکشون منتقدن، تک به تکشون خودشون رو بی تقصیر میدانن. من یک مسئول در بین این همه مسئول در جمهوری اسلامی ندیدم که سینه سپر کنه بگه آقا این بخش رو من خطا کردم. همشون طرفکارن و راستم میگن. یعنی یک مجموعه دوست و بی اختیار، بی اختیار از بالا، ریسمان از بالا تابیده میشه. یعنی آقای خامنه ای هم رگ غیرت همه رو بیرون کشیده برای اینکه خودش برتر از همه باشه. آقای نوری که همه رو میشونه و خودش بر سنده بمینشینه، این به خاطر اینه که نشون بده که آقا من برترم. این اتفاق متاسفانه در ایران به صورت یک زایعه بزرگ و ملی در آمده که ما حتی از متخصصینی که در اینجا هستن هم حرفی نمیبندیم، بهره‌ای نمیبریم، برای اینکه
هیجان برای دزدی و ولع برای دزدی بسیار بیشتر از ولع برای کار کردن. نظر شما رو میخوان جویا بشن. ما چیزی به اسم منافع ملی نداریم، به خاطر اینکه گنده های این نظام از آقای خامنه ای گرفته، سپاه گرفته، مجلس گرفته، دستگاه قضایی و دولت، اینها اصلا به دنبال منافع ملی نیستن. دولت مثلا که سالمترین اینها باشه، دولت آقای روحانی مثلا میگیم سالمتر از دستگاه قضایی که زیر نظر آقای خامنه ای، از سپاه سالمتره که زیر نظر آقای خامنه‌ای، از مجلس سالمتره به خاطر این که هر نماینده از فیلترهای متعدد اطلاعات و سپاه عبور میکنه، میاد نماینده میشه، مثلا میگه آب یوریکشی شهر ما مثلا فلانه، 6 بار مقام معظم رهبری میگه. حالا میاییم سر دولت. ببینید این دولتی که قاعدتا باید مثلا خدمتگزار مردم باشه، اصلا واژه خدمتگزار رو هم بر میداریم، باید مسائل جاری کشور رو سامان بده، خودش با عدم صداقت رو بروست. وقتی یه قاتلی مثل پور محمدی رو گره میکنه وزیر دادگستری، بعد اون رو که بر میداره میاد یه قاتل دیگر رو مثل آوایی، و بعد مثلا شما نگاه کنید یک دولتی که وظیفش اینه که وزرا رو تعیین کنه، هنوز 10 بعد از 10 تا گزینه برای وزارت علوم هیچ اختیاری از خودش نداره، و وزیرش مثل آقازاده، مثل نعمتزاده، خودش یک دزد بزرگه و وزرای دیگرش هم سلامت چندانی ندارن. حالا بعضیاشون ما میگیم که آدم های سالمی هن. این وسط اصلا چیزی اسم منافع ملی گم شده بزرگه. یعنی ما اگر صمیمانه بخوایم زربین برداریم و منافع ملی رو در سوراخ سنبه های این نظام ببینیم، در بیت رهبری مطلقا نمیبینید. در بیت رهبری به خاطر اینکه منافع ملی این هستش که اون فردی که قدرت برتر داره اصلا خودش پاسبان و نگهبان منافع ملی باشه. او وقتی عربده میکشه، چاله میدونی حرف میزنه، نشون میده که آقا من اصلا منافع ملی رو کیلوی چند اصلا بهایی براش قائل نیستم. منافع ملی برای آقای خامنه ای و سپاه منافع یک منافع خودشونه و بعد منافع اسلام و تشیعشونه. اصلا مردم در این پازل سهمی ندارن، اصلا جایگاهی ندارن. به همین دلیله که هر اتفاقی هم که میفته سهم آسیبش مستقیما روی مردمه، و بعد آقایان بعد از این که ماه عسلشون تموم شد میان سر جاهاشون قرار میگیرن. ما منافع اصلا نمیبینیم و یه علمشنگه و یه بازی و یه نقش بازی کردنه و هیچ اراده ای بر استقلال و آزادی در نمایندگان شما نمیبینید. در دستگاه قضایی یک ذلت و یک خفت بزرگ. همین آقای در واقع آقای نوریزاد یکی از افتخاراتش اینه که 15 میلیون پرونده رو اینا در یک سال رسیدگی کردن. اگر در اطراف هر پرونده 4 نفر متأثر باشن، دوست من 60 میلیون نفر از مردم ایران در کش و قوس یک پرونده قرار گرفتن. این نشون دهنده عدم تعادلی که ناشی از همون فرو ریختن دیج بلند منافع ملی. بله، 2 تا سوال از ایران آقای نوریزاد شده. در واقع یکیشو کوتاه به نوعی گفتین، دلم میخواد یه مقدار بیشتر بشکافین. اونم فرمان چی میگن، امپراتوری قوه قضایی است و برادران لاریجانی. و تکست دیگری، دوست عزیزی از ایران سوال کردن که از آقای خزعلی خبری دارید؟ ایشون بعد از اینکه از زندان آزاد شدن مطلقا در فضای مجازی نا راجب ایشون چیزی گفته نشده. داخل ایران هم میفرماین که کسی خبری نداره. به هر حال خوشحال هستم که این 2 تا سوال از داخل کشور هست با شما میتونم مطرح کنم. بفرمایید، خواهش میکنم. من در مورد آقای خزعلی با پسر ایشون چند وقت پیش صحبت کردم. ایشون رو آزاد کردن و ایشون با
علم به این که یک اعتصاب غذای خشک بزرگ رو از سر گذرانیده بود بسیار ضعیف شد و بیلیچه‌ای شده بود به قول معروف. با همون بیلیچه هم میبردنش این بر اون بر. ایشون رو برگردوندن زندان و الان ایشون در زندانه و باز هم در اعتصاب و ممنوع الملاقاته. یعنی من صحبتی که همین هفته با پسری ایشون داشتم، ایشون به من گفتش که ما اصلا ملاقاتی با ایشون نداشتیم توی این مدت و تلفنی هم نزدن و ایشون حالش هم اصلا خوب نیست. این پرسش در مورد آقای خزعلی، من پرسش نخست شما رو زیاد قوه امپراتوری قوه قضایی گفتن کلا برادران لاریجانی و قوه قضایی یکی از مشکلات بزرگ کشور امروز و به نوعی به نظر میاد که اینها هم پاسخگو نیستن مثل بقیه نهادهای جمهوری اسلامی. خب این پرسش نیست، این توضیحی بله داده. اگر پرسشی باشه من در خدمت. بله من تایید میکنم حرف این هموطنمون رو. برادران لاریجانی ایرانی نیستن و هیچ عرقی برای این سرزمین ندارن، مثل خدای خامنه‌ای و برخی از مسئولین اینا ایرانی نیستن. و اصلا دوست من کسی که ملا باشه نمیتونه برای این سرزمین اولویت قائل بشه. اولویت اولیه او اسلامش، شیعش، بعدا حالا ببینیم چی بشه، حالا بیان سر خاک و وطن. به همین دلیل از ملا جماعت نمیشه انتظار وطن دوستی داشت و اینکه دل بسوزانن برای وطن. بله خب ما میبینیم که اصلا اینا با هویت ملی مشکل دارن. شما در مثل که پاسارگاد هم تشریف برده بودین شیراز؟ بله بله ما رفتیم، چهار اطرافش رو رفتیم، تمام راه‌های اصلی و فرعی و فرعی‌تر رو و فرعی‌ترتر رو معمول گذاشته بودن که مبادا یک نفر، حتی یک نفر به سمت پاسارگاد بره. و حتی من میتونم تجسم کنم چون پاسارگاد اطرافش یه سری تپه ماهور و کوه هست، روی این تپه ماهور هم تک تیرانداز گذاشته بودن که مبادا کسی بیاد اونجا و از دور یه عکسی چیزی بگیره. نه، یه بایگان ویژه کاری کردن. من اتفاقا وقتی منو بازداشت کردن توی شیراز به این سرتیم اطلاعاتی گفتم اگر این همه سرمایه و این همه معمولی که شما ریختید برای این که اجازه ندید مردم بیان پاسارگاد، اگر به دست هر کدوم از این مأمورانتون یه درخت داده بودید تمام اون حوالی جنگل شده بود. ولی اینها نگرانیشون جای دیگه است و اصلا نمیتونن رقیب برای روحانیت، برای اسلام، برای تشیع تحمل بکنن و کوروش و رسم کوروش و راه کوروش و مرام کوروش بزرگترین پاشنه آشیل این جماعت که هیچ درخشندگی که نداشتن جز زایعه چیزی نداشتن. یه گروهی سال گذشته در تورانتو نشستی داشتیم. خارج از کشور آقای نوریزاد 40 ساله میفرمایند تلاش شده، بسیار به هر حال دوستان و همکاران و شما هم احتمالاً از راه دور رو یک سری از این اسامی رو میشناسین، من هم میشناسم، مردم هم میشناسن. بسیارانی جوانی در همین خارج از کشور 30-40 سال تلاش کردن، مبارزه کردن، روشنگری کردن، ولی واقعیت این بوده که این ما اینجاییم، جمهوری اسلامی هم سر کاره. یه بخشی هم مثل شما اندکتر بودن، مشکل ایران به هر حال مشکلات عدیده ای هست، رژیم میگیره، رژیم خشنیه، میکشه، زندان میکنه، ولی خب تلاش هایی هم شده. نشست ما این بود که آسیب شناسی برای این اپوزیسیون داشته باشیم و نهایتا این که ما چه میتوانیم بکنیم، شما در داخل کشور چگونه میتوانیم بین هم پل بزنیم که ما به هر حال تلاش کردیم، هم شماها هم ماها، ولی به نتیجه نرسیدیم. چگونه بکنیم که این به ثمر برسه؟ نگاه شما اصلا با اپوزیسیون خارج از کشور، نقد شما چی هست آقای نوریزاد؟ بله شما توی تورنتو چند نفر بودید تو نشست؟ فرض کنین 50 نماینده چند تا جریان بودید؟ حدود 20 و چند سخنران بودن از گروه های مختلف، فرض کنین مثلا. بله. از بزرگترین آفت های اپوزیسیون کشور ما اینه که همدیگر رو تحمل نمی کنن، همدیگر رو قبول ندارن. این هم یه بخشیش برمی گرده به منافعی که خودشون تک به تک جداگانه دارن
و ترجیح میدن که در کنار دیگری قرار نگیرن. یکی هم این که جمهوری اسلامی و به ویژه اون بخش اطلاعات و سپاهش در ایجاد تفرقه بوده، حالا با کشتن بعضی ها و با ترسوندن بعضی ها و پاسپورت ندادن و اینها، ایجاد مشکل توی اوین و فرودگاه و اینها باعث شده که خیلی ها خاموشی گزیدند. اپوزیسیون بسیار میتونه تعیین کننده باشه. ما الان چند میلیون مهاجر داریم در کشورهای مختلف، به ویژه در اروپا، آمریکا و کانادا، استرالیا. چقدر ایرانی داریم؟ 5 میلیون خوبه؟ بله. اگر 5 میلیون نفر مردم ایران نمایندگانی از خودشون داشته باشند، یک صدا بتونن یک سخن واحد رو فریاد بکشن، یک بهمن بزرگ به سمت فرق سر گنده های این نظام فرود خواهد آمد و بیچاره شون میکنه. این تفرقه و تشتت و جدایی و نفرتی که بعضی از دوستان و هموطنان ما از همدیگه دارن که نمیتونن یه جا جمع بشن، نمیتونن همدیگه رو تعامل کنن، نمیتونن یک صدا بشن، بزرگترین فرصت مغتنم برای تداوم حیات جمهوری اسلامی است. اگر ما در داخل به خاطر زندان و زدن و کشته شدن برای ما امکان یک تشکیلات نیست، برای شما ها که در خارج از کشور هستید ایجاز یک تشکیلات منسجم به راحتی ممکنه، اما آسیب شناسی اگر میخواد بشه حتما باید از این زاویه بشه که چه منافعی در کاره، چه منیتی در کاره که دو تا جریان سیاسی خارج از کشور نمیتونن در کنار هم قرار بگیرن، زیر یک سقف هم دیگر رو تحمل کنن. و اینا چجوری میخوان برای فردای این کشور نسخه بنویسن؟ گمان من بر اینه که اگر عزیزان هموطن ما در خارج از کشور بتونن یک دست بشن، از خودشون سلامت و خلوص و راستی نشون بدن، من منکر زحمتهای شبان روزی و 30-40 ساله اینها نیستم، خبر دارم که چه زحمتها که نکشیدن، پوچ می کردن از یه شهر می رفتن به یه ایالت دیگه و اینکه اونجا حضوری داشته باشن، فریادی بکشن، من از اینها خبر دارم که چقدر نوشتن و منتشر کردن، چه به صورت مکتوب، چه شنیداری، چه تصویری، همه این زحمت ها رو ما می فهمیم. ولی چطوره که برایند همه این زحمت ها به قول شما اینه که شما 5 میلیون نفر بیرون از ایران هستید، یعنی یک کشوری دستن خودتون، بعد ما جمهوری اسلامی هم سر جاشه. من اطمینان دارم کاری که شما در خارج از کشور میتونید بکنید ما در داخل نمیتونیم بکنیم. ما اینجا زیر سایه مرگ حرکت میکنیم، میریم مثلا چند نفر رو میبینیم، میریم دیدن مثلا دوست بهایی که از زندان آمده، میریم دیدن زندانی که داره میره به سمت زندان. ما واقعا زیر سایه مرگ داریم یکی دو تا حرکت انجام میدیم، ولی شما این آرامش رو دارید، این اندیشمندی رو دارید که قدر این فرصت رو بدونید. ولی میگم دیگه ظاهرا مثل این که مامورین اطلاعات و این سیاستی که سفارتخونه ها در پیش گرفتن مؤثرتر واقع شده که 5 میلیون ایرانی که از این 5 میلیون حتما 4 میلیونشون از این نظام و این رژیم متنفرند و ریخت اینها رو نمیتونن تحمل کنن، اما اونجا نمیتونن نمایندگانی داشته باشن که اینها بتونن سخن واحد داشته باشن، مشی واحدی رو اختیار بکنن به صورت بیانیه، به صورت یک تظاهرات بسیار میلیونی در یک گوشه از دنیا، و اینها میتونه بسیار ویرانگر باشه. به رخ کشیدن مثلا 100,000 جمعیت از این 5 میلیون نفر ببینید چقدر هولناک میتونه باشه برای این نظام. ما اینجا 2 نفر نمیتونن کنار هم، بجز این اواخر که آقا دیگه زدن به سیم آخر، مردم دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن، کارگرا معترض میشن، نمیدونم این سپرده گذارها معلمی، وگرنه شما دستتون بازتره، فقط باید بریم بگردیم پیدا کنیم که چه
دست هایی در کارن که شما 5 میلیون نفر نمیتونید با هم یک دست بشید. درسته، بله. به هر حال واقعیت اینه که آقای نوری‌زاده بعد 4 دهه این تلاش ها جواب نداد، یعنی ما نتونستیم یه جریان دموکراتیک فراگیر که از خواستای مردم در داخل ایران حمایت بکنه به وجود بیاریم. من معتقدم که مشکلات سیاسی خیلی راحت تر قابل حله. چرایی این رو باید ما در دلایل فرهنگیمون جستجو کنیم، خودمحوری که در فرهنگ ما و کارهای فرهنگی شما خودت مستندسازی میدونی بسیار زمان برتره تا اینکه من شما بشینیم یه اختلاف سیاسی رو حل کنیم. و با شما بسیار هم عقیده هستم که این چند میلیون با قدرت اقتصادی که دارن، با لابی درستی که امروز رسمه در کشورهای غربی، اگر انجام میدادن و میتونستن در سیاست‌های کشورهایی که زندگی میکنن، آمریکا در درجه اول چند میلیونی که اینجا هستیم، 1-2 میلیون، انگلیس، آلمان، فرانسه، همه جا ایرانی‌ها هستن و میتونستن در سیاست‌های دولتشون 100% تاثیرگذار باشن، مسلماً جمهوری اسلامی رو مثل یک درخت توت واقعا خیلی وقت پیشات واقعا تکان داده بودن. ولی متاسفانه این منیت شما میفرمایید یا خودمحوری مشکل شخصیتی که نشده دیگه، نشده. ولی باز دلم میخواد این بخش پایانی رو، این که با داخل خارج این بیاعتمادی رو چطوری میتونیم آقای نوری‌زاده به نظر شما، برای بیاعتمادی در جامعه هست، در داخل کشور به بخشی از خارج از کشور هست، نسل جوان رو من اینجا بسیار میبینم و نسل جوان برعکس نسل من و شما به نظر من آنچنان یا اطلاع نداره یا سپاسگزار این تلاش ها نیست و یا بیعتمادیه. بر یه گروهی هم خارج از کشور به داخل بیعتمادن به کسانی که چگونه میتونیم اینو رفع کنیم آقای نوری‌زاده به نظر شما؟ این چند موردی که جناب عالی فرمودید واقعیت جامعه ماست، واقعیت مردمان ماست. ما به یک بی‌تربیتی بزرگ تاریخی مبتلاییم. الان شما نگاه کنید 2 میلیون مردم دارن میرن به سمت کربلا، 2 میلیون ارز دارن میبرن از این کشور بیرون، بله، و بعد میرن یه تفریح میکنن و برمیگردن. این 2 میلیون نفر یک نفرشون به این فکر نمی کنه که آقا شما دارید میرید زیارت یک امام حسینی که ظلم رو تحمل نکرد و سیله سپر کرد در برابر ظلم. ظلمی آشکارتر از تاراج این سرزمین، اختلاط های کلان، نابودی ذخایر، ته کشیدن آب، بی‌لیاقتی آب، سنفروشی بانوان. خب یک نفر از این 2 میلیون نفر فریاد میکشن. حکومت به شدت برای نفهمی مردم سرمایه گذاری میکنه، خرج میکنه و گسترش این امامزاده ها و علم و کتل ها و زنجیردنی ها و غمزنی ها به خاطر همینه. یعنی برای این آتش میدمه که هر چقدر مردم نفهمتر، سواری گرفتن از اونها بهتر. این بیتربیتی یک ریشه تاریخی داره. یعنی ما یه نگاهی بکنیم به مردم هندوستان، یه دفعه در بین اونها یک گاندی ظهور کرد و همه علاقمندانه در کنار او قرار گرفتند. مردم هندوستان کلاس تربیت نرفتند که، در بین اونها یک بیتربیتی بزرگ بود. ما منتها دیر به کسی اعتماد میکنیم. مردم در یک پارچگی بزرگ با آقای خمینی اعتماد کردند و اون واقعا میتونست در این گوشه از تاریخ و دنیا نشون بده که میشه یه بار دیگه گاندی بر بیاد. متاسفانه ایشون به بدترین شکلی از این اقبال عمومی استفاده کرد و انگشت بر تشیع خودش نهاد. هیچ وقت نتونست حتی مثلا همجواران ایمانی خودش رو هم به خودش جذب کنه و حتی در بین شیعیان هم به یک تفرقه بسیار بزرگ خود ایشون دامن زد. حتی آیت الله هایی که جان ایشون رو نجات داده بودن ایشون در حصر خانگی نابود کرد، کشت و از بین برد. اینه که مردم حالا یه بار دیگه باید بیان به یه فردی مثل آقای خاتمی اعتماد بکنن. بعد سریع اعتماد میکنن که
مثلا میگه دوران طلایی امام و خب رنجشی اینجا میشه برای اون عزیزانی که در اون دوران طلایی هست و نیست به تاراج رفته. این مردم دیر اعتماد میکنن به کسی، باید بهشون حق بدیم. این از بس زخم خوردن در طول تاریخ و علت شکست بزرگ یک حرکت مدنی و با شکوه مثل جنبش مشروطه در ایران ناشی از همین ها بود که یک جماعتی به اسم ملا نفهمی های مردم رو برکشیدن و در برابر روشن فکران قرار دادن و این حرکت بزرگ و با شکوه رو مضمحل کردن. الان هم واقعا میگم در خارج از کشور باید این واقعیت رو پذیرفت که یک، مردم دیر اعتماد میکنن، کسی رو به زودی قبول نمیکنن مگر اینکه کسی باشه صادق باشه، سخن از درد و داغ مردم بزنه. شما تو خارج از کشور یک نفر رو به من نشون بدید. متاسفانه قطع شد، ولی ما دیگه بیشتر از یک دقیقه هم وقت نداریم، پس نیازی نیست از اتاق فرمان جونم. بله من همین یه دقیقه در اختیار شماست آقای افشین جان، بفهمین و عذرخواهی میکنم از این تلفن قطع شد. حالا با آقای نوریزاد با زنگ بزنیم عذرخواهی کنیم که سه مورد بود میخواستم به ایشون بگم، هر کدومش خواست مطرح بکنه. یک، ایشون در یکی از کلیپاشون گفتن که انتخابات رئیس جمهوری یک توهین و به بله درسته ایران و ایرانی است. یکی از رضا شاه. دومی این که یک کلیپ دارن و تقدیر بسیار بسیار فراینده و زیبا از رضا شاه کبیر، بله از ابرمرد بله ایران، درسته. پس دومی که بخواستم سوال بکنم، ایشون درخواست کرده بودن که یکی از این کلیپ هاشون که آقای خامنه ای و عرشبت که آقای شریعت مداری کیهان و آقای خاتمی، محمد خاتمی رئیس جمهور 8 ساله بیاند آزمایش دی ان ای بدن. بله درسته. آزمایش دی ان ای نشون بده که آیا اینا واقعا سید هستن یا نیستن و اینو یک عادت بکنن برای کسانی دیگه که از لغت سیدی برای منابع خودشون استفاده میکنن. ولی خب متاسفانه بله آقای افشین جان وقت ما متاسفانه تمومه. من از اتاق فرمان سپاسگزاری میکنم. بعد برنامه هم یا شما یا من فرق میکنه با آقای نوریزاد زنگ میزنیم، سپاسگزاری از ایشون میکنیم و امیدواریم که بتونیم ایشون رو بار دیگری داشته باشیم و این صحبت هایی که در داخل کشور مهم بوده. به نظر من این که در داخل ایران، البته یک بارم به نوعی آقای زیبا کلام در صدا و سیما از رضا شاه تجلیل کردن، اصلا ما ایرانی ها اگر همه چیز رو بد خوب نبینیم واقعا بتوانیم بزرگان رو پاس بداریم، شاید وضع بهتری می داشتیم. سپاسگزاری می کنم از شما بینندگان ارجمند. تا هفته آینده خوب باشید، شاد باشید، ایرانی باشید و ساختن آینده ایران وظیفه تک تک ماست. خدا نگهدارتون.